بسیار عالی. استراتژی بعدی MVP به سبک جادوگر شهر اوز یا ویزارد آف اوز هست که خیلی جالبه و چه تصمیمی این مربوط به فیلم داستان آلیس در سرزمین عجایب هستش که حالا داستانش شاید خونده باشید یا فیلمش رو دیده باشید. در قسمتی از این فیلم قهرمانای داستان یه جایی میان که یه صداهای عجیب غریبی میشنون، میترسن و یه چیزهای ترسناکی رو میبینن. همچنین که دارن میترسن میبینن که اون وقت یه پرده یه ببینید بحثی که هستش مربوط به گفتم قهرمانان داستان یا یه جایی صداهای عجیب غریبی میشنن، اینه یه پرده هستش میترسن و فکر میکنن یه هیولایی اونجا هستش. بعد که بررسی میکنن اینه یه پرده صدا از اون پشت میاد، یه سگی هستش اینجا میره اون پرده رو میکشه و میرن یه نفر پشت واسه داره اون صداها رو برمیره و یه دستگاه عجیب غریبی داره. اینه همون چیزهایی که اینها دارن میبینن غیر واقعیه در اصل، یعنی همه کارا داره دست میشه، هیولایی در کار نیست، صدایی نیست و یه آدم پیره که داره این کارا رو انجام میده. این متد هم اینجا دقیقا از همین استفاده میبره. سبک کار به این روش هستش که شما یک نمونه اولیه رو، یه نمونه از محصول کنید، یه جوری ارائه میدید که در ظاهر داره کار میکنه، همچنانش هم اتومان هست، ولی در پس پشت داستان اون محصول یک نفر نیروی انسانی داره کارا رو دستی انجام میده، هیچ کدی نوشته نشده. که حالا مثال رو که بزنم براتون صحبت متوجه بشه، حالا شما بگید که علی تو خب اینم که شد دستی، یه آدم داره انجام میشه. تفاوتش با متد کانسیاژ اینه که با متد قبلی این هستش که در این روش کاربر در جریان نیست، در ویزارد آف اوز کاربر نمیدونه که سیستم به صورت دستی، ولی در روش کانسیاژ کاربر کاملا آگاه هستش که سیستم به صورت دستی داره انجام میشه. این تفاوت این دوتا متد این هستش. حالا مثال بزنیم، گفتم اینجا باز تاکید کردم برخلاف روش کانسیاژ مشتری از این داستان آگاه نیست، نمیدونه که کارها داره دستی انجام میشه. بیایم مثالی رو با هم دیگه بررسی کنیم. فرض کنید شما یه استارتاپی رو دارید میخواید تأسیس بکنید که ایدهش یه سیستم ترجمه بسیار با کیفیت، یه الگوریتم هوشمند پردازش زبان طبیعی هستش که بسیار عالی قرار ترجمه رو آنلاین برای کاربرها با کیفیت انجام بده. خب یه راهی خب شما هم که الان نمیدونید که اصلا مردم علاقه به این داستان دارن یا نه، مثلا با حضور گوگل ترنسلیت آیا مردم دوست دارن این کارو بکنن، ازش از این سیستم شما استفاده کنن یا نه. اگه شما بخواید از متد ویزارد آف اوز استفاده کنید این کارو میکنید که یه صفحه رو راه میندازید، محصولتون توضیح میدید، میگید آقا شما اگر بخواید میتونید یه پاراگراف رو به صورت رایگان همین الان آنی ترجمهش رو ببینید و دو نفر نیرو رو هم استخدام میکنید، پای سیستم این ور نشستن که چیزایی که کاربرا تایپ میکنن اینا میبینن و آنن ترجمه انسانی انجام میدن و ببینید که چند نفر بعد از این که این ترجمه رو شما یه محدودیت هم میذارید که یه پاراگراف بیشتر نتونن وارد بکنن، یه پاراگراف مثلا تعداد کلمه‌اشو محدود کنید که بتونید این کار رو انجام بدید. از این طرف هم اطلاع رسانی محدود میکنید به تارگیتون، یه دفعه باز کاربر زیادی هم نیاد. از این ور این مسئله رو بررسی میکنید که کاربرها بعد از دیدن ترجمه آنی که در واقع انسان داره از انجام میشه چند نفرشون میان روی دومی پیش خرید کلیک میکنن و اینجاست که شما میتونید بفهمید که آیا این ولیو داره و حاضر هستن آیا پرداخت آنلاین انجام میشود یا نه. این مسئله رو شما میتونید به این ترتیب بررسی بکنید. حالا شاید سوال پیش بیاد که علی که اومد این کار گرفت ما نتونستیم چنین کیفیتی و الگوریتم فکر کنم، اون یه داستان دیگه است که حالا تو بحثای دیگه میشه در رابطه باهاش صحبت کرد، ولی میخوام بگم که درک کنید این مسئله چجوری هست. یا مثلا شما میخواید یه سیستمی رو اتومات بکنید، مثلا خرید کفش، کاری که زپوس کرد، اومد یه کسی بودش که فروش کفش آنلاین رو می‌خواست بررسی کنه، میومد از کفش فروشی‌ها عکس می‌گرفت، عکس‌ها رو تو وبسایتش می‌ذاشت، کسی نمی‌دونست که این خودش کالا رو نداره. مردم که کالا رو خرید می‌کردن میگفت کفش رو می‌خرید و ارسال می‌کرد برای اون کالا، یعنی یک عامل انسانی کار اون کد و دیتابیس و همه این چیزا رو انجام میده، ارسال رو انجام میده به صورت دستی.
و دید که نه خوب داره میگیره، خب طبیعتاً مدلش رو توسعه داد. ولی مردم نمیدونستن که این آدم بعد از کلیک کردن روی این محصول میره خودش اونجا خرید میکنه، پول رو پرداخت میکنه، از اینا پول میگیره و به همه این کارو داره دستی انجام میشه. این هم یه مثال معروفی از ویزارد و اوز هستش. راهکارهایی که معمولا نیازمند الگوریتم پیچیده ای هستن برای اتومات کردنشون بعد نیستش که از این روش استفاده کن. راهکارهایی که به صنایع حساس مثل بحث‌های مالی، بحث‌های سلامتی و بحث‌های لیگال و قانونی مرتبط هستن، بهتره که اول از این روش استفاده کن. ببینید که اصلا استقبال میشه و بعدا استپ بای استپ اتوماتش بکنید. معمولا در رابطه با مدل‌های کسب و کار دوبرچی که شما دو تا بخش بازار و قرار رو به هم وصل کنید، بعد نیستش که از این روش استفاده بکنید. سفارش دهنده های غذا به رستوران ها. این وسط این نفر رو میذارید که سفارش های آنلاین ثبت شده رو دستی تلفنی زنگ میزنه به رستوران ها میگه و میگه اینو ارسال کنن به کجا. این ایده بدی نیستش. یا مثلا داستان همین که بخواید فروشنده های کفش و مغازه‌دار ها رو به علاقه مندان به خرید کفش مثلا وصل کنید، کاری که استارتاپی که توضیح دادم انجام داد، میتونه روش مناسبی باشه. خب اینم توضیح دادیم که مثال سفارش آنلاین غذا به دارد سایت مارکت. پس می شما میخواید بگید یه سایت رو دارید به طلاب رستوران توش هست، افراد میان اونجا میگن ما فلان غذا رو میخواییم، شما میگید آدرستون رو وارد کنید، پرداخت هم انجام بدید، بری خودتون تلفن زنگ بزنید به رستوران میگید اگر امکان داره این غذا رو برای این مشتری به این آدرس بفرستید و پولش رو هم خودتون حالا کارت به کارت بکنید، یا اینکه قبلا هم به اونها یه دیلی انجام بدید که آقا من آخر ماه باهاتون کار انجام بدم. خیلی چیزا رو اتومات نکردید اینجا. این هم میتونه یه مثالی از این کار باشه.